رنگ در واژه ذکر شده که به معنای رقص هست و یک واژه هندیه. البته من منبع موثقی در این مورد پیدا نکردم و نیازمند تحقیق بیشتر در این رابطه هست. اما رنگ به قطعات در موسیقی ایرانی میگیم که اولا ریتمیک هستن یا موزون هستن و در دوره های جدید معمولا در شش اشکام ساخته میشه. در موسیقی قدیم ایران رنگ ها در وزن های دیگه هم وجود داشتن، ولی بعدها دیگه در تمام جو از اواخر دوره قاجاریه معمول میشه که رنگ ها رو در وزن 6-8 میسازن و از جمله کسانی که رنگ های بسیار زیبایی ساختن یکی درویش خان رو میتونیم نام ببریم که تحول خاصی در این فرم به وجود آورد، چون رنگ یک نوع فرم در موسیقی ایرانی هست. رنگ بر اساس گوشه های مهم دستگاه شکل میگیره و معمولا معرفی کننده گوشه ها هست. به نوعی در این حالت با پیش درآمد میتونیم بگیم یکیه معرفی کننده گوشه ها هست. پایه معمولا نداره، یه موقع هایی البته از پایه های کوچیکی استفاده میکنیم، ولی مثل چهار مضراب که معمولا و دائما پایه ها دارن بست پیدا میکنن، رنگ این حالت رو نداره. البته در چهار مضراب های جدید که میتونیم بگیم نوعی رنگ هستن که تون میشن و با فرم چهار مضراب های قدیم تغییر کردن، شباهت هایی بین چهار مضراب و رنگ در دوران معاصر بیشتر شده. در این حال که رنگ فرمی جدی داره به خاطر اینکه وزنش و نوع ضربی بودنش حالت نشاط‌آوری داره، معمولا عامه و مردم اون رو به عنوان یک بخش از موسیقی شاد میشناسن. معمولا آخر دستگاه ها اجرا میشه و معمول بوده در دهه‌های قدیم که رنگ و تصنیف رو با هم دیگه اجرا میکردن، و ابتدا تصنیف و بعدش رنگ، و رنگ پایان بخش بوده. رنگ بی کلامه معمولا، ولی باز در دوران های جدید رایج شده که روی رنگ ها شعر هم میذارن و اون رو تبدیل به تصنیف هم میکنن. در موسیقی قدیم ایران ما 24 بحر اصول داشتیم، یا اصول که به اصطلاح بهش ضربی هم گفته میشده، 24 مدل بودن که از این تعداد با کمی تغییرات هنوز هم در ردیف موسیقی بحر اصول هایی رو میبینیم، مثل رنگ اصول، رنگ ضرب اصول در شور، همچنین شهرآشوب ها در ماهور و چارگاه و شور، رنگ دلگشا در سگاه، رنگ فرح در همایون، خفی جلی در ماهور، رنگ حربی باز در ماهور، و رنگ نستوری یا نستاری در دستگاه نوا از جمله اونهاست.